وقتتون بخیر، به این پس از خبر خوش آمدید. توزیع شناسنامه‌های کاغذی درد سر تازه برای تضمین شفافیت انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها خوانده میشه. از توزیع تذکره برچسبدار به کودک 8 ساله گرفته تا نصب چندین استیکر به چندین شناسنامه یک فرد و در برخی موارد قرار گرفتن کنده های شناسنامه و برچسب ها در برخی ولایت ها در دست افراد با نفوذ منطقه. در چنین وضعیتی حالا پرسش هایی که مطرح میشه، نخست اداره ثبت احوال نفوذ در چنین وضعیتی چه کار میکنه؟ دوم راهکاری که بتوان حداقل از گرفتن چندین شناسنامه در برخی موارد تقلبی جلوگیری کرد چی بوده میتونه؟ و سوم در وضعیتی که حالا شناسنامه های استیکردار از یک بوجی آرد گرفته تا $100 خرید و فروش شود، چه انتخاباتی را میتوان انتظار داشت؟ من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه پس از خبر. آقایان یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا و روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوذ اینجا با من هستن و بیشتر با ایشان بحث میکنیم. خیلی خوش آمدید. ممنون از اینکه تشریف آوردین. بحث را با خودت آغاز میکنم آقای احمدزی. حالا ببین از اینجا شروع کنین که توزیع شناسنامه های کاغذی بر شهروندان کشور چقدر شفاف به پیش میره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سر تشکر، سلام عرض ادب خدمت شما جناب رشید و همه بیننده عزیز آریانا نیوز. قسمی که شما گفتیم، ما به عنوان یک اداره اجرایی و که در بدنه حکومت هستیم، در سال 1396 عملا ما کمپین را برای انداختیم تا به کسایی که تذکره ورقی ندارن یا هم تذکره تابعیت ندارن به اونا ما تذکره تابعیت توزیع کنیم. در اینجا مطرح بحث تنها بر ما کسایی نیستن که اونا واجد شرایط رایدیی هستن یا هم 18 سال دارن و یا هم 18 با بالا هستن. کسایی هم در اینجا بر ما مطرح هستند که اونا از 18 به پایین هستند و اونا هم تذکره ندارن. ما از ماه دلو 1396 عملا این روند ملی را آغاز کردیم و در سراسر افغانستان در حدود بیشتر از 460 واحد اداری عملا در سراسر افغانستان فعال است و حضور گسترده و تیم‌های تکنیکی ما، مراکز دائمی ما و تیم‌های سیار ما. مشخصا تا به فعلا که ما با شما صحبت میکنم، چیزایی که شما شنیدین فقط در حد یک اتهام است. در صفحات اجتماعی، از طریق رسانه ها، هفته قبل هم ما یک پرس کنفرانس داشتیم در این رابطه. کسایی که اتهام بسته بودن به آدرس اداره ما که در حدود 4 میلیون تذکره ورقی جعلی توزیع شدن. خب، ارگان هایی که این وظیفه را دارن تا این موضوع جدی بررسی کنن واضح و معلوم است که هر کس یا هر شخص، هر گروهی که در این رابطه اتهام دارن و یا هم شکایت دارن با بالای اداره ما، آدرس غلط نکنن، برن به نهادهای عدلی و قضایی این موضوع رو بفرستن. اما آنچه که مسئولیت های اداری ثبت احوال نفوس افغانستان هست، کاملا ما وظیفه خود به شکل درست و شفاف در سراسر افغانستان اجرا کردیم و در حالت اجرا است. واقعا این توزیع شفاف هست؟ شما کدام سند دارین که غیر شفاف باشه؟ حالا ما در ولایت سرپل میخوایم مشخصا برای شما اشاره کنم. در ولایت سرپل کسی را هم نام شما داریم. درست. البته اونا سید هستن اما شما سید درست. نیستین. درست. سید روح الله، فرزند سید اسدالله و ولدیت سید نورالله. پسر 8 ساله هست. درست. اینجا هست تصویرش. این هم عمو جزئیاتی که در برگه هست و این هم برچسبی که در پشت تذکریشان خورده. این یکی از نمونه ها. بسیار خوب. بسیار خوب. یکی از ببینید، ما نباید در خلای معلومات باشیم و ایرم میشه شما اگر... داشته باشیم. بسیار خوب. ما ایره میفهمین، ایره بر ما باید نتین، ایره بر کمیسیون مستقل انتخابات. شما چون گفتین که این شفاف هست، بفرمایید. آه، من برتون میگم وظیفه اساسی اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ در بحث انتخابات فقط توزیع تذکره ورقی است. درست. برچسب بر روی تذکره وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است. ای که این شخص و یا هم این طفل 8 ساله چرا بر روی تذکرهش برچسب خورده و ایمیتونه در انتخابات اشتراک کنه،
این سوال است که باید کمیسیون مستقل انتخابات این جواب بده، نه اداره ثبت. این که کودک 8 ساله تذکره میگیره و در عین زمان در پشت ازی در همون محل برچسب زده میشه و کندیشم به شما مشاریک ساختم، هیچی بیانگر چی بوده میتونه؟ در هیچ مرکز، در یک مرکز، مرکز توزیع تذکری ورقی و موردی در سر پل اتفاق افتاده. ببینین مرکز کمیسیون مستقل انتخابات در یک مرکز نیستن. ببینین وظیفه ما براتون گفتم اینمی طفل 8 ساله حقش است صاحب تذکره باشه. اون برچسب هم حقش است؟ نه حقش نیست، به خاطر که زیر سن است. این حق از این طفل نیست، به خاطر که واجد شرایط رای دهی نیست. و این نقد را که شما دارین این بالای اداره ما نیست. ما تذکره را برش توضیح کردیم. آیا حق از این طفل است یا نه؟ اما آنچه را که حالا اشاره میکنه کمیسیون مستقل انتخابات بخصوص آقای دولتی مشخصا میگن که حالا اداره ثبت احوال نفوذ در کار ما مداخله میکنه. مثلا یک مورد نشان بدن. حالا میگن که همین مورد، مطمئن هستم شما بحثای ما رو تعقیب نمیکنین، پس آنجا مناظره ای که برگزار شده بود را شما تعقیب نکردید. خب شاید حتمی نیست که من باید تعقیب کنم. حالا یک مورد را میخوایم با شما شریک بسازم، این که شما میایین مسئولیت کاریشان را میگیرین، از جمله برچسب زدن را میگن این کار کمیشنرای ما هست، نه اداره ثبت احوال. کاملا برچسب بر روی تذکره وظیفه اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ نیست. اما گرفتین این مسئولیت را؟ هیچ گاه این وظیفه ما نیست. برچسب بر روی تذکره جناب رشید صاحب هستند. پس اونچه که در بحث اشاره کردن اشتباه بوده؟ کاملا این وظیفه اساسی کمیسیون مستقل انتخابات است، به خاطر این کنده با اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ نمی باشه. این وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است. ما براتون تشریح کردم وظیفه اساسی ما فقط توزیع است. حالا وظیفه تون خیلی خوبم بلد هستیم آقای احمدزی، اما انتقادها از این قرار است. اجازه بدین که آقای رشید دیدگاهشون چیه. ما براتون واضح ساختم. ببینید وظیفه ما توزیع تذکره است، درست؟ وظیفه ما خلاص شد. این که چرا برای یک طفل 8 ساله بر روی تذکری از او برچسب خورده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، اما این وظیفه ما نیست. چندین تذکره برای یک نفر وظیفه کی هست؟ ببینید توزیع تذکره بر یک تن، بسیار سوال خوب. چندین تذکره بر یک تن؟ کاملا من امرایتان موافق هستم. یک شخص اگر میاد در چندین جای تذکره میگیره، ما فعلا در حالت هستیم که کمپین در سراسر افغانستان جریان داره، درست؟ ما یک دیتابیس نداریم که در امول لحظه مثلا من میایم در این مرکز تذکره میگیرم، میرم در ولایت دیگه هم تذکره میگیرم. فعلا ما دیتابیس ما کامپیوترایز نیست که ما بتونیم در عین زمان مشخص بسازیم که شخص قبلا از ما زمینه تقلب را مساعد نمی‌سازد. اجازه بدین وقتی که کمپین خلاص میشه ما این کتابای ثبت میبریم به اداره مرکزی ما، در اونجا سر داده میشه با کتابای اساس. هر شخصی که بیشتر از یک تذکره گرفته میشه او به اساس قانون بر اون مجازات در موجودیت شده. در عدم موجودیت دیتابیس ان شاء الله برمیگردیم. آقای رشید در چنین وضعیتی که حالا کودک 8 ساله حتی میتونه که در انتخابات رای بده بر اساس این سندی که وجود داره، در کنارش حالا ما اسناد دیگری هم داریم که یک فرد رفته با وجود اینکه تذکره قبلی هم داره دو تذکره دیگر هم گرفته و ای برچسب خورده یا استیکر خورده، در چنین وضعیتی فکر میکنین چه انتخاباتی در انتظار ما هست؟ تشکر. سلام به شما احمدزای صاحب و بینندگان محترم تلویزیون. دقیقا زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات بحث کاربرد تذکره کاغذی را در مسئله انتخابات گرفتن، ما از ابتدا تشویش نگرانی خود روی چند مورد ابراز کردیم. یکی که در قسمت جلوگیری از تزویر اسناد است، اما قسمی که امرای اداره ثبت احوال نفوذ ما چک کردیم، احمدزای صاحب گفتن که اسنادی که قبلا به عنوان تذکره توزیع شده ثبت دیتابیس نیست و وعده دادن که اونها پروسه را آغاز میکنن که معلومات شامل دیتابیس بکنن، بانک معلوماتی بکنن. اخیرا فقط همی در حدود 3 هفته پیش امرای رئیس صاحب ارتباط خارجیشان که چک کردیم ارتباط عامهشان و گفتن که در حدود 90% تذکره گذشته شامل دیتابیس شده و این وعده دادن که وقتی کمیسیون مستقل انتخابات پروسه ثبت نام تکمیل بکنن این دیتابیس کار میکنن که حداقل معلومات با هم شریک بسازن. ای که دیتابیس یک اداره ثبت احوال نفوذ اختیار کمیسیون قرار میگیره یا کمیسیون همراه از معلومات شریک میشه، یعنی هم برای ما واضح نشد. بنان اگر گفتم این کار صورت نگیره، بازار تزویر اسناد بسیار به وضاحت روشن است که بالاخره ای برای مساعد است. بحث دوم ما بود که خب همکاری بین دو اداره است. ما ابراز کردیم که شما از یک طرف
میرین پروسی ثبت نام مردم شروع میکنین رای دهندگان و از طرف دیگه کمپاین اداری ثبت اول نفوذ به خاطر از اینکه مو سرعت توزیع تذکره زیاد بسازن تیمای دیگه اضافه بکنن از جدا از مو ادارات گذشتهشان که ثابت و نرمال هستن برن به طرف صحه و مردم ثبت نام بکنن گفتن که در هر دو حالتش مشکل پیدا میشه چرا که برای یک هدف دو ماموریت تحت دو مدیریت یعنی اینجا دو تربوز در یک دست گرفته شده شما از یک طرف اداره ثبت اول نفوذ دارین که وا هم میرن به خاطر اینکه پروسه ثبت رایگان سرعت ببخشه و تکمیل بکنه تذکره را هم کمپانش آغاز کردن که مردم تحت پوش قرار بدن از این طرف پروسه ثبت نام همزمان آغاز میشه و این خودش زمینه ساز میشه برای فساد به این معنی که امروز ما برای بعضی از بزرگای بعضی ولایت‌ها ملاقات داشتیم وا گفتن که امی تیم های توزیع تذکره متاسفانه که کم است این طرف شما تقریبا انتخاباتی دارین که در مدت مشخص باید ثبت نام صورت بگیره اینا رو وادار میکنه کسایی که خود نامزد ساختن یا نامزد میسازن که برن به طرف تذکره تذکره پیش مردم کم است ثبت نام کمتر صورت گرفته او رموز که یا تزویر باید بکنن و یکی بهتر سر تذکره قیمت بمونه این دو حالت دیگه بوجود یک بوجی آرد یا $100 این دو قیمتی است که دقیقاً خرید و فروش میشه تصمیم گیری ها باعث میشه که شما از یک طرف امو شک و گمان مردم در قسمت جعل اسناد تزویر و بالاخره تقلب باز هم تقویه بکنید از طرف دیگه بحث فساد انکشاف پیدا بکنه حال وامی که ما دو را داریم یا اینکه هم تقویم انتخابات تعدیل شود که مثلا پروسه نامرگان ادامه پیدا بکنه و در عین حال توزیع تذکره تیمای زیاد شود که حداقل ما قانع شویم در غیر از او فساد نمیشه که بالاخره ما محدود بسازیم یا جلوی شویم آقای رشید مشخصا اینجا چون ما نماینده ای از اداره کمیسیون مستقل انتخابات نداریم آقای احمدزی اینجا هستن از اداره ثبت احوال نفوس اون چه که مسئولیت های اداره ثبت احوال نفوس بوده واقعا انجام شده پروسه ثبت نام توزیع تذکره یا کمپاین توزیع تذکره قرار بود که در ماه هوت یا دل به سال گذشته آغاز شد متاسفانه که با او کمپاین در وقتش آغاز نشد در وقتش آغاز شد در ماه دلو در ماه دلو متو با او شدت که فرمثال امروز جریان داره بود دو برتون تشریح میتون بس یکی این تاخیر باعث شد دوم دیگه همکاری بین دو ادارات متاسفانه که بسیار پررنگ نیست هم در قسمت معلومات تشکیل معلومات هم در قسمت دیتابیس و ایجاد دیتابیس و هر اداره اتهام میبندن بر یک دیگر اینجوری نیست ذهنیت وجود متاسفانه داره. من گپی که پیش شما ما صحبت های مزای سم روز طولونی شنیدم و گپ صحبت های دولتی سم شنیدم که حال وقت نیست که بالاخره ما یک دیگه معلومات بکنیم وقتی است که چه قسم میتونه که ما جلوگیری بکنیم ای کاش که از ابتدای امر ما امو توافقات و بالاخره تعهدات قسم ترسیم میکردیم که ادارات ما ضمن اینکه مسئولیت پروسه را حفظ میکردن در قسم در قسمت مسئولیت پذیری هم اینها بسیار تعریف شده بالاخره تعهد میکردن ولی امروز ما ببینیم آدرس دادن یک اداره به اداره دیگه به عنوان ملامتی و دیگه و دیگه باعث میشه که بالاخره کسایی که از این پروسه میآموزن ما بعد وقت امروز برای دوستا گفتن که امروز میزهای مطبوعاتی باعث شده که کسایی که برای تقلب و برای تزویر برای جعل پلان دارن و نیت دارن از این خوبتر استفاده میکنن که کدام قسمت تازه را به کار میبرن کدام قسمت خالیگاز از او استفاده میکنه باز از اون نقطه باز میره به طرف تزویر و بالاخره به طرف تقلب یا سوء استفاده ممنون اینجا همکاری اصلا به شکل بایدش وجود نداره آقای احمدزی شما اتهام میبندین به کمیسیون کمیسیون اتهام میبنده به شما اینجا نیاز است که حداقل همکاری کنید چرا این فضا را حداقل شما نمیکنین کمک نمیکنین که حداقل کمیسیون هم سر پای شود ببینید حکومت متعهد است تا انتخابات شفاف داشته باشیم ما به عنوان یک اداره حکومتی تعهد ما با کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز کار امی بوده که ما به عنوان یک همکار خیلی نزدیکتان در بخش توزیع تذکره ما تفاهم نامه را با اینا امضا کردیم قبل از ماه دلو جناب رشید صاحب قبلا گفتن که در ماه دلو شروع نشد کمپین ملی توزیع تذکره ورقی در سراسر افغانستان ببینید ما فرض کنین یکی از مراکز توزیع تذکره در اینجا ایجاد میشه درست ما در وقت به زمانش در ماه دلو مراکز ما در سراسر افغانستان ایجاد شد اما تقاضای مردم کم بود ببینید پس اینجا ما باید نیاز معلومات بود کامل را داشته باشیم اجازه بدید من براتون اینو توضیح بدم وقتی که تقاضا کم باشه اینجا مقصر اداره ثبت احوال نفوس تقاضای کم دلیلش چی بوده حالا چرا زیاد شد تقاضای کم دلیلش چی بوده دلیل شمی بوده که ما در دقیقه 90 میریم به طرف گرفتن تذکره اما این نیاز نداره تا آگاهی دهی شود ما آگاهی دهی کردیم در مرکز چرا کم در ولایات چرا کم به اساس ام برنامه ما به مو شکل پیش رفت پس فکر میکنین آگاهی دهی کافی بوده
کاملا کافی بودن. ما به حد اندازه‌ای که چرا باید کم اشتراک کنن؟ اما بودجه را که ما تعیین کرده بودیم و خیلی بودجه زیاد بود، ما تونستیم هم در مرکز و هم در ولایات مشخصا به سوال ما اگر مستقل انتخابات آگاهی دی خود مشخصا به سوال ما اگر جواب بدین. خب شما اجازه نمیدید که ما براتون تشریح بدم. بتی بوده سوال این است، هیچ شکل بتی نبوده. شما با کدام اساسی گپ میزنید؟ ببینید ما بر جای آقای رشید شورا کردن شما در از آدرس اداره براتون گپ میزنم که در سراسر افغانستان در ماه دل و مراکز ما پذیرفتین این را؟ نه خیر، نه ما نپذیرفتیم. در ماه دل و در سراسر افغانستان مراکز ما باز شد. اینو میپذیرید؟ درست شد. گفتین مردم اشتراک نکردن. خلاص ما مردم به زور اشتراک نمیتونیم، شما بیاین اشتراک کنید. اینجا امر آگاهی مشکل داشته. اجازه بدین هم از ظرفیت ها از طرف اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ به خاطر 10 میلیون توزیع 10 میلیون تذکره آماده شدن. ای که تقاضا یا هم آمدن مردم به خاطر تذکره 3 میلیون است، 4 میلیون است، 5 میلیون است، ما آمادگی را گرفتیم به خاطر 10 میلیون تذکره. مشخصا آقای احمدی آغاز از کار از ماه دل میلیون آمار دارین در دست که چند میلیون تذکره توزیع شده؟ بیشتر از 4 میلیون تذکره از ماه دل و به ایسو ما در سراسر افغانستان توزیع کردیم. اما اینجا شما میگین دیتابیس ندارین از یک طرف و این جزئیات را اجازه بدین. ببینین شما برداشتتان اشتباه بوده در این مورد. دیتابیس را که پیشتر جناب رشید صاحب گفتن 90% دیتابیس ما تکمیل شده و متذکرایی که از سالهای قبل منظور ما بوده، نه از این کمپینی که از ماه دل و آغاز شده. درست؟ یعنی این ما تقریبا هم کتابایی که تذکره ها چقدر در او جای داره؟ یک فرد میرسه تذکره میگیره، هیچ شخص بدون از اینکه یک تذکره داشته باشه، هر فرد که بیشتر از یک تذکره داشته باشه، اصلا دبینی 4 میلیون ما به نهادهای عدلی و قضایی او رو معرفی میکنیم. اصلا اینجا برخی ها آمدن کاری کردن که حداقل ببینن چگونه شفافیت حفظ شده و چقدر کار را به شکل درست انجام دادن. دکتر خلیل نرمگوی آمر شفاخانه بغلان مرکزی آمدن کاری را که شما انجام میتین را خواسته که یک ارزیابی کنه من حیث یک شهروند. درست. اما این چنین نتیجه ای گرفته از او. اجازه بدین خیلی دو دقیقه بر من اجازه بدین که این موضوع رو براتون واضح بسازم. از زمانی که کمپین از ماه دل و شروع شده و تا پایان کمپین ما نمیتونیم امی جریان تذکرایی که در این جریان توزیع میشه ما ایل ثبت دیتابیس بسازیم. چرا؟ از ولایات، از هر ولایت تا کتابای ثبت بر ما میایه، این زمان میگیره. زمانی که کمپین ما به پایان رسید کتابای ثبت یعنی 3 کپی از او گرفته میشه، یک کپی به خود شخص داده میشه، یک کپی در اون مرکز مانده میشه و یک کپی هم روان میشه به دفتر مرکزی ما. در روز زمان در اخیر کمپین ای سر داده میشه با کتابای اساس. در اونجا از کمی جناب دکتر سی و اشخاص افراد دیگه تثبیت میشن و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشن. یک مورد دیگر، حالا در برخی ولایات حتی کنده های تذکره به دسترس افراد قرار گرفته، این مورد را چگونه مشکلش را حل میکنین؟ استیکرها به شکل بسته‌ای در دسترسشان قرار گرفته. ببینید در کنار بازم براتون تکرار میکنم برادر عزیز که موضوع استیکر مربوط اداره ثبت احوال نفوذ نمیشه. مشخصا تذکره، کنده های تذکره قرار گرفته در بغلان افغانستان. خب اسناد دارین شما؟ شما دقیقاً اگر میخواین ما براتون اسناد هم پیشکش میکنم بعد از برنامه براتون هر اطلاعاتی که نیاز دارین. هر سندی که در این مورد مربوط به اداره ما باشه که ما در اونجا خلای کاری باشه یا تعلل صورت گرفته باشه، ما آماده هستیم تا او را جدی بررسی کنیم. این سه تذکره هم اگر شما تذکره هم نمیتونه اجازه بدید، اگر شما اسناد دارین نهادهای عدلی و قضایی اونجا حضور دارن با اونا ایره بفرستین چون و اونا ایره بررسی میکنن. کار میکنین. سوال ما این هست که تمام روند این چنین هست یا نه؟ ببینید. در برخی موارد هر کسی که مایل رد نمیکنم، شاید اتو موضوعات باشه اون یک نشانی شما دارین، ولی فرق یک نشانی نه که چندین نشانی از زیر ذربین ما خطا نمیخوره. اجتماعی شما دنبال میتونین از زیر ذربین ما اتو اشخاص افراد خطا نمیخورن. چرا؟ ولی فعلا ما نمیتونیم، در حالت کمپین هستیم ما. زمانی که کمپین به پایان میرسه او وقت است که اشخاص افراد دانه دانه به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشه. ممنون آقای رشید. در چنین وضعیتی که حال یک فرد میتونه چندین تذکره بگیره، واقعا نمیتونه از چندین جای و از چندین محل رای بده؟ ما آسیب های مختلف را در پروسه داریم و نمیشه از چشم پوشی بکنیم. مورد که شما با در نظر داشت حرفای آقای احمدزی، احمدزی صاحب مسئول امور اطلاعات اداره شان است، نهایتا باید خوب معلومات برای مردم بتونیم. متاسفانه که در پروسه ما مشکلات خود داریم، نمیشه از چشم پوشی بکنیم. و در افغانستان باز زمانی که ما بازار گرم و تقلبی نداریم که در انتخابات گذشته از استفاده کردن و هم دارن برای خود خاطر از اینکه خود پیروز بسازن یا به نحوی از این پروسه سود ببرن کار خود میکنن، ولی بیان فعلا به ما راه حل ها را داریم.
رای اولی که این بانک معلوماتی اداره ثبت نام ها زودتر تکمیل شود و بالاخره استفاده مشترک از این با کمیسیون مستقل انتخابات ریتا شود. بله، یعنی یک نقطه ضعف است که ما در پروسه داریم و هر چیز زودتر اگر می ممکن باشه اداره ثبت اول نفوذ و کمیسیون مستقل انتخابات مشترکاً بالاخره مرحله بررسی آیا همین مورد نمیتونه گزینه شه به خاطر تقلب و یک نقطه ضعف برای اداره احوال نفوذ و در کنار بر کمیسیون حساب شه؟ یعنی ما اگر فرض شما مخاطب ما بالاخره در بین مردم کسایی هم هستن که از این وضعیت سوء استفاده میکنن، اگر همی بانک معلوماتی ایجاد نشه ما مطمئن هستم برتون میگم که بالاخره مثل که شما از مثال داشته شدین شاید هم قسم بسیاری ها باشه که از استفاده بکنن. رنگ که در روز انتخاب به کار برده میشه یعنی رنگی است که اگر شما فیصدی مواد کیمیایی رو بالا برین که او پاک نشه، یعنی اون ناگزیر که انگشت بشارانه دیگه از او بالاتر ما چیز امکانات نداریم که ما در انتخابات گذشته هم داشتیم که وایت اکس میزدن یا ای که سفید کننده میزدن پاک میشد، یعنی ما اگر بخوایم که کیفیت رو بالا برین دیگه انگشت نمیشارانه مواد کیمیایی که باید زیاد شود، یعنی ما از او اکتفا نکنیم، دوستا هم کاری که میسیم ما از او باید فکر نکنیم که بالاخره او رای حل است. رای حلی است که این فردا با اداره ثبت احوال نفوذ بیشتر مشترک بالاخره سر بانک معلوماتی این معلومات که دارن حداقل که اون در اختیارشان قرار بگیره، کدام ولایت که تکمیل شده اون در اختیارشان قرار بگیره که بالاخره این پروسه با سرعت برای بررسیشان کار آغاز بکنه. یک رای حل. دوم دیگه ای است که مرحله اعتراض عامه در مورد فهرست که کمیسیون ترتیب میکنه که بالاخره به صحات ارسال میشه و این حق و صلاحیت مردم است که بالاخره لستا رو ببینن. اگر لستا در اختیار مردم قرار داده نشه قانون هم حکم کرده، ولی در تقویم انتخاباتی کمیسیون متاسفانه که چیزی نیست، ما بارها اعتراض کردیم که بالاخره ما باید مرحله اعتراض عامه روی فهرست رنگان باید داشته باشیم که لسا بره به طرف مردم ببینن که اینی مردم ایری آدم سنش از سالا نیست یا بالاخره اینی از مساحه نیست یا مشکل دیگه داره که کمیسیون را بررسی بگیره و بالاخره حل بکنه بهشون پاسخ بده. این موضوع دوم و موضوع سوم که میتونه قسمت تیم های مشترک کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ به خاطر این مواردی که شما سرش نگرانی داریم، مردم افغانستان نگرانی داره و ما هم بعضی راپورها و اطلاعات داریم که شریک بسازیم که اینها عموم موارد تحت بررسی و تفتیش قرار بدن، نه تیم های اتهام بندی. دقیقا تفتیش بکنن، بررسی بکنن، برای مردم پاسخ بدن. اینی راه های حل است. اگر ما بالاخره بیانی به اثر از ادارات مختلف از جاهای مختلف که میسون مستقل انتخابات پلچرخی اداره ثبت احوال نفوذ در بادامبخت و بالاخره ما هم در بند بشینیم صحبت بکنیم راه حل نیست. تشکر آقای احمدزاده. بیاین مشخصا باز هم درباره تذکرهای تقلبی هم یکم صحبت کنیم. تذکرهای تقلبی گفته میشه در برخی ولایت ها خیلی ها زیاد چاپ میشه. حالا میخوایم یک بانو شکری ایساخیل عضو مجلس نمایندگان گفته که ماشین چاپ شناسنامه ها در ولایت ها فرستاده شده تا افراد به نفع خود شناسنامه جعلی چاپ کنند. این گزینه ای که بتونیم شناسنامه اصلی و تقلبی را تفکیک کنیم چیست؟ کتاب اساس. حالا این در کتاب اساس، در هر مرکز کتاب اساس وجود داره. ببینید ما یک موضوع دیگر رو براتون واضح میسازم. کسی که ماشین چاپ تذکره را داره جلو گرفتن از او کار وظیفه اداری ثبت احوال نفوذ است؟ اما شما یک نهاد همکار هستین، میتونین مشوره بدین، گزینه های خیلی زیاد دارین، ترفند ها را شما بیشتر بلد هستین. ما مکتوب به اداره محترم ریاست عمومی امنیت ملی فرستادیم. مگر شما ترفندها و گزینه ها را خیلی خوب بلد نیستین؟ اجازه بدین از میمونا که شما خیلی زیاد صحبت میکنید. نه بفرمایید، شما را میخوایم سوال کنم. مکتوب ما به ریاست محترم امنیت ملی فرستادیم. هر مرکز ما حتی اسمای اعضای یعنی کارمندان ما را به ریاست محترم امنیت ملی فرستادیم، او را مشخص ساختیم. شما نه تنها که کارمندان ما را زیر مراقبت داشته باشین، از کارهای اونا نظارت کنین، کسایی که در این عرصه میاین و کارهایی میکنن که به ضد قانون است و تخطی صورت میگیره اونا هم باید گرفتار شد. در ولایات و ولسوالی هایی که حالا ناامن هستن چطور؟ همکار نزدیک بودن و همکاری کردن. در برخی ولایات ببینید هر کسی اگر شواهد دارن، اسناد دارن، نهادهای عدلی و قضایی وظیفه‌شان است تا او را بررسی کنه، نه اداره ثبت احوال نفوذ. گفته میشه در بغلان مرکزی ولایت بغلان حالا تذکره های جعلی توزیع میشه در محلاتی که حالا مشخص شده که باید رای داده شه، همون ناامن است. با این مشکل چگونه رو حداقل مشکل را حل میکنین؟ توزیع تذکره وظیفه اساسی ماست. ما در مراکز خود تذکره را توزیع میکنیم. کسایی که جعلی تذکره را ترتیب کردن و به نفع خود او را میکارانن، این جلو گرفتن از این کار وظیفه ما نیست برادر. من براتون تکرار کرده میره، فقط وظیفه اساسی ما و هیچ نوع مسئولیتی هم ندارین در قبالش. کتاب اساس است و هیچ نوع مسئولیتی هم در قبالش ندارین. نهادهای عدلی و قضایی هستن، اونا بررسی میکنن. هر کس اگر هر کسی در این مورد
اسناد داشته باشن، شواهد داشته باشن. خیلی کوتاه در مورد 10,000 فرمی که گفته میشه که حالا دزدی شده به قولی، در مورد این هم که یک کم معلومات بتین در ادامه. در گزارش ها قبلا برما رسید، قبل از اینکه ما به برنامه بیایم، که در ولایت تخار ما به 3 ولسوالی که نسبتا ما اونجا نتانسته بودیم از آغاز کمپین فرمای توزیع تذکری ورقی فرستاده شده باید، ما به 3 ولسوالی فرما را فرستادیم که در حدود 10,000 فرم بود. متاسفانه گزارش هایی رسیده که در اینجا از سوی بعضا دستبرده ای صورت گرفته، که ما این موضوع امی لحظه هم ما با همکارایی را شریک ساختم که روز شنبه یک تیم تحقیقاتی از طرف اداره ما افراد مشخص شده؟ تا فعلا مشخص نشده، ولی روز شنبه تیم ما که رفتن این موضوع را بررسی کردن. بعد از او این موضوع ما بر رسانه ها و مردم خود در جریان میگذاریم و کسایی که در این واقعا دستبرد از طرف او اشخاص صورت گرفته به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده میشه. یک موضوع اشاره میکنم، در موضوع انتخابات وظیفه اداره ثبت احوال نفوذ فقط توزیع تذکری ورقی است، بس فرصت و کسایی که واجد شرایط ان شاء الله یک برنامه دیگر هم خواهیم داشت با شما. حتما. اگر فی باقی مانده بفرمایید. ما صحبت های امانزای صاحب شنیدم در قسمت بحث عدلی و قضایی، ممنون شما موافق هستم که کسایی که اگر در این مورد اسناد دارن باید به نهاد عدلی و قضایی مون تا بحث مدیریتی مربوط بشه به خود اداره ثبت احوال نفوذ که از تیم خود باید پرسان بکنن مورد بازخواست قرار بده. ما بعضی معلومات داریم که میشه برای امانزای باز بعدان بگیم که در بعضی جاها کاندیدای احتمالی تیم های اداره در گرگان گرفتن، مشخصا بساحاتی که اونها به وجود نفوذ دارن یا مردم دارن در قسمت ورد دوستان کردن. تیم های خود زیر نظارت داریم، نه تنها که از طرف اداره ما بلکه از طرف ریاست عمومی امنیت ملی. من گفتم براتون که مکتوب فرستادم براشون، لطف کردین، یعنی از اردو اداره جدی نظارت میشه. لطف کردین آقایان رشید و احمدزی، ممنون از اینکه تشریف آوردین و پایان این پس از خبر هم. تا درود دیگر بهتون.